شما کارت چیه؟ بیکاری؟ جانم من بیزینسمنم، بیزینس میکنم. جده؟ بله. پس چرا نشستی در و دیوار رو نگاه میکنی؟ مربیم بهم گفته برو شماره بگیر، منم کلی الان شماره گرفتم و ارتباط زدم، الانم منتظرم مشتری ها بهم زنگ بزنن. البته نمیدونم چرا چند ساعت نشستم هیچ کس بهم زنگ نمیزنه. من که فکر نمیکنم کسی بهت زنگ بزنه. سلام، رضا اصیلزاده هستم. من کمکتون میکنم که بتونید تجارتتون رو راحت تر بسازید. در این قسمت میخوام راجع به این صحبت بکنم که آیا واقعا لازمه که با بازار گرم کار بکنیم یا نه. زمانی که شما دارید تجارت الکترونیک انجام میدید، باید بدونید که یکی از بزرگترین تفاوتهاش با تجارت سنتی اینه که به جایی که منتظر باشی مشتری بیاد سراغ تو، تو باید بری به سمت مشتری. من فکر کردم این موضوع خیلی مهم باشه، چون توی تجارتم افراد زیادی رو دیدم که فقط منتظرن. اونا یه ارتباط سازی نیمه کاره انجام میدن، مرتب پست و استوری میذارن و استاتوس و وضعیت میذارن و منتظرن که آدما راجع به تجارتشون، راجع به خدمات و کالاشون باهاشون تماس بگیرن و بهشون زنگ بزنن، اتفاقی که احتمالاً هیچ وقت نمیفته. زمانی که من ازشون میخوام که لیست گرمشون رو تهیه بکنن و اقداماتشون رو از اونجا شروع بکنن، اونا میگن نه جناب اصیلزاده، من نمیخوام با لیست گرمم کار کنم، من میخوام تو بازار سردم کار کنم، من نمیخوام به خانواده و دوستان بگم دارم چی کار میکنم، نمیخوام اونا با خبر بشن، دوست ندارم با اونا کار کنم و فقط میخوام توی بازار سردم کار کنم و میدونم که موفقیتم اونجاست. بعضی هاشونم تا متوجه میشن اصول اینه که باید حتما تو بازار گرم شروع به کار کنن، میان اصرار میکنن، میگن جناب اصیلزاده میتونم فقط تو بازار سرد کار کنم و اونجا رشد کنم؟ در جواب من میگم البته که میتونی، هیچ چیزی نشد نداره، اما من ازتون یک سوال دارم، آیا میخواید تمیز و سریع رشد کنید یا میخواید آروم آروم رشد کنید؟ بله، در بازار سرد رشد خیلی کنتر اتفاق میفته تا بازار گرم. یعنی اگه اول کار قرار باشه 2 ماهه تارگتت رو تو بازار گرم بزنی، اگر بخوای این کار رو توی بازار سرد انجام بدی ممکنه 6 ماه طول بکشه، ممکنه 1 سال طول بکشه. پس اگر دنبال میانبر هستی، میانبر همون کار درستیه که میگن انجامش بده و اون شروع از بازار گرمت هست. چرا؟ چون توی بازار گرم قرار نیست بری اعتبار ایجاد کنی، این اعتبار از قبل ساخته شده، چیزی که توی بازار سرد باید انجام بشه و اعتبار ساخته بشه و زمان بر هستش. پس اگر میخواید تجارتتون رو قشنگ ببرید جلو، به هیچ وجه بازار گرمتون رو نادیده نگیرید، چرا که تمام افراد موفق در حوزه کارآفرینی و فروش اشاره میکنن به این موضوع که کسانی که بازار گرمشون رو نادیده میگیرن قطعا شکست رو تجربه خواهند کرد. من اولش فکر کردم که کافی لب تر کنم و اون وقت همه اقوام و دوستا و آشناها قرار بیان مشتریان بشن و یکی یکی صف بکشن که بخوام بیان با هم کار کنن و این کاملا اشتباه بود. اساسا الان هیچ کدوم از دوستای صمیمیم با هم کار نمیکنن، اما در ابتدای کار خیلی لیست گرمم به من کمک کرد که بتونم نتایج کوچیک به دست بیارم و این نتایج کوچیک به هر کسی در ابتدای کارش کمک میکنه و اعتماد به نفس کافی رو میده که بتونه با قدرت ادامه بده. زمانی که شما شروع میکنید توی بازار گرم اقدام میکنید، از هیچ کس انتظار نداشته باشید که یا بیاد از شما خرید بکنه یا بیاد با شما همکاری داشته باشه. در واقع از هیچ کس هیچ انتظاری نداشته باشید. تنها انتظاری که بهتره داشته باشید اینه که اونا متوجه بشن که شما دارید چی کار میکنید. مثل یک افتتاحیه در نظرش بگیرید. مثلا زمانی که شما میخواد یک فست فود بزنید، شما یک افتتاحیه میگیرید و زنگ میزنید میگید عزیزان بیاید که من یه افتتاحیه دارم، دارم رستورانم، فست فودم رو افتتاح میکنم. آیا قراره کسایی که میان به افتتاحیه شما همه ازتون پیتزا بخرن یا کمکتون کنن پیتزا درست کنید؟ قطعا اینطور نیست، ممکنه یکی بخره ممکنه نخره، اما شما به اون آدما نشون دادید که دارید چی کار میکنید. پس هر وقت که آمادش بودن و خواهان این بودن که از شما سرویس بگیرن به سمتتون میان،
پس فقط کافیه که شما نشونشون بدید چطوری میتونن از شما سرویس بگیرن. پس زمانی که میخواید اقدامتون رو توی بازار گرم شروع بکنید، به خودتون بگید که من هدفم اینه که به این افراد بفهمونم که من دارم چی کار میکنم و بهشون بفهمونم که چطوری میتونن بیان از من سرویس بگیرن. پس باز هم میگم لطفاً خودتون رو گول نزنید که بخواید برید با بازار سرد کارتون رو شروع بکنید و فکر کنید که راحت تره. در واقع شما دارید کار سخت‌تر رو انجام میدید و بازار گرمتون رو ول نکنید. قرار نیست اتفاقی بیفته، فقط قراره بهشون نشون بدید که شما دارید چی کار میکنید، یا اونا قبول میکنن یا نمیکنن. اما مطمئن باشید زمانی که آمادش باشن حتما میان سراغتون. در پایان حتما نظراتتون رو زیر این ویدیو برام بنویسید و اگر این ویدیو رو مفید و کاربردی دیدید حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید. متشکرم از همراهیتون و حتما در قسمت بعدی منتظرتون هستم.